حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه. بر خودشون تحریم میکنن اختیار دارن امروز 12 فروردین ماه 1300 ما دادگاه رو در همین جلوی مغازه تشکیل میدیم. امیدوارم که در هر سال روز 12 فروردین روز عید ملت ما باشد که رسیدن به قدرت ملی. مهشکن شنوندگان و بینندگان عزیز صدا و سیمای انقلاب اسلامی ایران، همانطور که آگاه هستید روز جمعه رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت آینده کشورمان برگزار خواهد شد. هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دومم داره و اون اینه: وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانن، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند که این زمامدار، این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند. مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن، و این ملازمه با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارن. در میان شور و شوق مردم برای تعیین نظام مورد نظرشان، برخی گروه‌های سیاسی نیز از تحریم انتخابات دم می‌زنند. ما بسیار تعمق کردیم در برخورد خودمون با رفراندوم. کوشیدیم موضع درست، منطقی، اصولی و صادقانه اتخاذ بکنیم. و در پایان تمام این کوشش‌ها به اینجا رسیدیم که متأسفانه نمیتونیم در رفراندوم شرکت بکنیم. رهبران برخی گروه‌های درگیر در قائله کردستان نیز به جمع تحریم کنندگان رفراندوم میپیوندند. شیخ عزالدین حسینی در این باره میگوید: چون حق تعیین سرنوشت و مسئله خودمختاری کردستان در چهارچوب ایران آزاد و حقوق حقه سایر خلق‌ها نامشخص است، بنابر این از شرکت در رفراندوم خودداری مینمایید. چند روز مانده به برگزاری رفراندوم، چریک‌های فدایی خلق و برخی گروهک‌های تحریم کننده رفراندوم اقدام به برهم زدن آرامش و اختلاف افکنی در منطقه سنی نشین گنبد کاووس می‌کنند. آنها چند پاسگاه ژاندارمری را اشغال و رئیس شهربانی را به گروگان می‌گیرند. مردم گنبد به همراه پاسداران و ارتش در مقابل این آشوب می‌ایستند و اوضاع موقتاً کنترل می‌شود. اونایی که هر خودشون تحریم میکنن اختیار دارن، آزادند، ولی در واقع اینها از توده مردم خودشون رو کنار میکشند و اگر با این عذرها خودشون رو از رأی دادن بر کنار بدارن، معناش چیه؟ معناش فرار از مسئولیت. کسی که حاضر نیست به جمهوریت اسلامی رأی بدهد به این بهانه ها، معناش این است که پس من مسئولیتی در برابر کشورم و ملتم ندارم. وقتی مسئولیت نداره، نداشته باشه، ولی بعدها حق این که چیزی از ملت و مردمی که به جمهوریت اسلامی رأی میدهند حق مطالبه نداره. ایران در آستانه روزی تاریخی است. فردا از همون وقت که اعلام شد و
برای رفراندوم همه از خانه ها بیرون بیایید و همه به شتابید برای رأی دادن و سرنوشت خودتون را تعیین کردن. رأی من جمهوری اسلام است، اسلامی، و من تقاضا دارم کمک کنید به اسلام، کمک کنید به کشور خودتون، کمک کنید به ملت خودتون و به جمهوری اسلامی رأی بدهید. آزادی، لکن با آزادی سرنوشت خودتون را تعیین کنید. همه قشر ها باید رأی بدهند و شرکت کنند و همه قشر ها آزادند در رأی دادن. در خیابان چهار مردان حوضه شمارستی قم هستیم. از بلندگو مسجد بپرس. من امروز رفتم در محلی که شهدای قوم در اون محل جان خودشون را برای اسلام و جمهوری اسلامی از دست دادند و برای اینکه اونها را شاد و ملت اسلام را دلگرم کنند به جمهوری اسلامی رأی دادند. همینطور که ملاحظه می‌کنید در محل اخت رأی صف طویلی از اهالی اینجا تشکیل شده تا برای دادن رأی خود اقدام بکنن. خانم سیز نمونتون رای سالسوز؟ جمهوری اسلامی. سیز نمونتون رای؟ جمهوری اسلامی. مادر میخوای رای بدی؟ بله بله. به چی میخوای رای بدی؟ به جمهوری اسلامی آقای خمینی. همین اولین بار من که اومدم برای خودم خیال راحت آزاد رای میدم. میدونی چرا؟ بلکه به خاطر اینکه کسی بهش زور نداده، عقبت نیومده، خودت اومدی، منم همینطور. اینو بزن رای. جمهوری اسلامی طرفدار ضعفاست، فقط طرفدار ضعیفه، به خاطر ضعیف و اون رهبر ما هم که زندگیش معلومه مشخصه، فقط طرفدار ضعیف. امروز 12 فروردین ماه 1358 را به حق میتوان بزرگترین روز در تاریخ ملت ایران به حساب آورد، چرا که با پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی با تکیه بر آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران سرانجام تومار کثیف رژیم خودکامگان در ایران زمین مهد آزادگان به هم پیچیده شد. من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می کنم. من از عموم ملت ایران تشکر می کنم که در این رفراندوم شرکت کردند و ما امیدواریم که خداوند تعالی به ما توفیق بدهد که تا حالا که رسوندیم مطلب را به اینجا و جمهوری اسلامی را اعلام کردیم و الان من اعلام می کنم جمهوری اسلامی را و این روز را روز عید می دانم و امیدوارم که در هر سال روز 12 فروردین روز عید ملت ما باشد که رسیدن به قدرت ملی و خودشون سرنوشت خودشون را به دست خواهند گرفت. ما به همه ملت تبریک عرض می کنیم و من این روز را بر ملت عزیز خودمون به همه اقشارشون تبریک عرض می کنم. مبارک باد بر شما این عید، مبارک باد بر شما این جمهوری اسلامی، لکن همه مکلفیم که احکام اسلام را مراعات کنیم. باید بازار ما بازار اسلامی باشد، بازار ما از بی انصافی باید شستشو بشود، باید دولت ما و همه دولت‌هایی که بعدها می آیند همه روی موازین اسلامی باشند، وزارتخانه ها روی موازین اسلامی باشند. از ساعت 12 شب یکشنبه 12 فروردین ماه 1358 هجری شمسی رژیم کشور ایران عزیز با پیام امام خمینی رسما جمهوری اسلامی اعلام می گردد.
نو بخش بفرمید که با توجه به اینکه در یک روز قبل از رفراندوم امام فرمودن در قسمت نه میتونن مردم نوع حکومت دلخواهشون رو بنویسن، اون تعداد معدودی که رأی منفی دادن، آیا آماری به دست آوردید که چند نوع حکومت اینا خواستن؟ معلوم یه صورتی داره یارم هستش که در تهران، در رفراندوم تهران 34 نوع حکومت، شکل حکومت رو عنوان کردن. جالب ترینش ممکنه بگیم که اشکرم که فکر کنم که از اونا یکی جمهوری نفسانی، که بعد هرچه فکر کنم جمهوری نفسانی منظور از این رعی دهنده چه بوده. البته نوع حکومت دیگه ای هم هستش که حکومت دموکراتیک اسلامی و قرآنی یا حکومت آنارشیستی رو خواسته، جمهوری آنارشیستی، حکومت دموکراتیک اسلامی مطابق با شرع اسلام هست. بر کیفیت 34 نوع حکومت هستش که اینها رو انشاءالله در سراسر کشور جمع آوری میکنیم، اگرچه از لحاظ کمیت تعدادی ندارن. ملاحظه میفرمایید که در تمام ایران حدود 140 هزار نفر نگفتند، یعنی در مقابل 20,360,000 آری فقط 140 هزار نفر نگفتند و از این 140 هزار نفر هم خیلی تعداد انگشت شماری نوع حکومت رو تعیین کردند. فروردین مجموعه تئاتر شهر بازگشایی می شود و نمایش نهضت حروفیه به کارگردانی داوود دانشور روی صحنه می رود. خواهرام مگر خودت همیشه نمی گفتی که زندگی تو مرگه؟ خب پس ما حالا چیکار باید بکنیم؟ از کی می پرسی؟ از خودت یا از من؟ دارم دق میکنم. داریم دق میکنیم. تو میدونی که بچه ها چه حالی دارن؟ کسی که در راه حق قیام میکنه باید خیلی طاقت داشته باشه. حالا سری به نقاط دیگه شهر میزنیم و ببینیم که در اطراف شهر و در نقاط خوش آب و هوای شهر چه وضعیه. من خیلی افتخار میکنم تو این سن کمی که دارم اولین بهترین سیزده بدریه که من میکنم که بدون این شاه خائنه. و امروز برای اولین بار در روز سیزده بدر مردم گروه گروه امروز در تهران به بیشه زهرا رفتن و امروز همگی تبدیل به باغبان شدیم، باغبان هایی که گلستان انقلاب رو گلکاری کردیم و در اون لاله کاشتیم. امروز پنجشنبه 16 فروردین ماه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی موجودیت خود رو در اجتماعی که در این دانشگاه با حضور هزاران نفر تشکیل شد اعلام کرد. با تلقی که از اصول اسلامی داریم مقام رهبری را در غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فقیه جامع و شرائط می دانیم و اما در این بره از تاریخ با توجه به اصل فوق امام خمینی را شایسته رهبری و ولایت و نیابت امام دانسته
و بر طبق نص صریح قرآن، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تمامی فتاوای ایشان را لازم الاجرا برای هر فرد و جمع مسلمان و عدم تبعیت از این اصل را انحراف از اسلام می دانید. از مهمترین هدفهایی که این سازمان اعلام میکنه این هست که به دنبال اسلام اصیل و واقعی و همچنین قبول 100% رهبری و اینکه هر کدام از دولتهایی که با تایید رهبر انقلاب به وزارت و به کار برسن مورد تایید این گروه هست. و بالاخره این سازمان متعهد است که با عناصر، سازمان‌ها، حکومت‌ها، ابرقدرت‌ها و هر جریانی که علیه گسترش و تحقق انقلاب اسلامی عمل کند، از امپریالیست‌های جانخوار راست و چپ و یا متجاوزان صهیونیست گرفته تا عناصر منافق، منحرف و فرصت طلب داخلی، مبارزه ایدئولوژیک سیاسی کرده و در صورت لزوم قاطعانه و با تمامی قدرت دست به حملات نظامی بزند. یک مقام سفارت انگلیس در تهران تعداد تانک‌های انگلیسی سوپر چیفتن را که دولت موقت قرارداد خرید آنها از انگلیس را لغو کرده است 800 تانک اعلام می‌کند. قبلا سخنگوی دولت موقت این رقم را 400 تانک ذکر کرده بود. امیر عباس هویدا با 13 سال سابقه نخست وزیری رژیم پهلوی بعد از برگزاری چندین جلسه دادگاه و دفاع در مقابل اتهامات به اعدام محکوم می شود. عجب محافظ خارج گفتن که هویدا نباید اعدام بشه. تو فکر می‌کنی که حرفونه صحیحه؟ موقعی که شکنجه ها می شد و اینا هیچ کاری نکردن، برای زندانی های سیاسی اینا کار مهمی انجام ندن و الان من خودم شخصا به اینا اجازه نمیدم. به عنوان یه فرد ایرانی که اینجا زجر کشیدم و خیلی چیزا رو دیدم، اجازه نمیدم به یک خارجی و یه حقوقدان بشری که واقعا حتی میخوام بگم اصلا به حقوق من واقف نیست و اینا بیاد بگه نه، تو هویدایی که تو رو شکنجه داده 15 سال، حالا بقیهش آشکارا نبوده، اینو اعدام نکن. من فکر میکنم اگر هویدا که میگفت سیستم مقصره و سیستم رو همه چیز مقصر میدونست، باید اگر اطلاع داشت که جوانان ما شکنجه میشن تو اینجا و جوانان که در زندان ها هستن و از این موضوع اطلاع داشت و اگر آدم خوبی بود باید استعفاشو میداد. من برای خاطر نسبت به اعدام هویدا هیچ گونه اصلا من یا مثلا ناراحت نشدم، برای خاطر اینکه هویدا حقش بود. دادگاه انقلاب که به طور کلی اون چیزی که من سابقه ذهنی ازش دارم میباید زود تصمیم بگیره و خب این کارم کرده، زودی تصمیم میگیرم و زودم اجرا میکنن، اون مسئله نیستش. ولی در مورد این متهمین که مثلا اظهار میکنن که ما دستوری رو اجرا کردیم، این باعث نمیشه که تبرئه بشن. به نظر من کشتن هویدا واقعا خیلی ضروری بود، حتی زودتر. اگه واقعا انقلاب توی مملکت، موقعی که انقلاب میکنن، انقلاب یعنی زیر رو شدن مملکت، یه اشخاصی مثل هویدا آدمی اگه باشه، چه بسا اینکه خود هویدا امکان داشت یه رمزی مثل نصیری داشته باشه که اون میگفتن دست به صورتش کشیده ساواکی‌ها حمله کردن، ممکنه این دست به ریشش یا پیپش بزنه ساواکی‌ها یه عکس العمل نشون بدن. پس چه بهتر که اینجور آدم ها خیلی زودتر اعدام بشن. نوزده فروردین اولین بانک اسلامی ایران اعلام موجودیت می‌کند. سرمایه اولیه این بانک 200 میلیون تومان اعلام شده است. هیئت مؤسس این بانک 20 نفر هستند. علی موسوی گرمارودی سخنگوی بانک میگوید در این بانک هیچ هدفی برای جلب سود ندارند و همیشه درآمد با هزینه تطبیق داده می شود. عده‌ای از اعضای هیئت مؤسس و دستندرکاران ایجاد اولین بانک اسلامی ایران عبارتند از سید تقی خاموشی، محمد خدادادیان، علی محمد موحدی، مصطفی دلالزاده، کریم انصاریان، سید رحیم خانیان، محمد مهدی فرجاد و اکبر علیزاده راد. برادران خواهران توجه فرمایید.
این آقایون که الان اینجا برای امور بازرسی از طرف امور صنفی خط امام تجمع کردن برای رفاه حال شما برادران و خواهران ایمانیه. همکاری بفرمایید، تجمع نکنید. شب 19 فروردین امام خمینی در پیامی به فروشندگانی که اجحاف و گرانفروشی می‌کنند هشدار می‌دهد. گفته می‌شود برخلاف موازین شرعیه اجناس را که از طرف دولت مبنی بر آن که به قیمت معینی بفروشند به قیمت بسیار گزاف به مردم مستمند می‌فروشند و موجبات نارضایتی و مضیقه برای برادران و خواهران خود فراهم می‌آورند. من از فروشندگان خصوصاً آنچه مربوط است به ارتزاق مردم تقاضا می‌کنم دست از این اجحاف و تعدی بردارند و به اخلاق و اعمال اسلامی برگردند. من آنان را نصیحت می‌کنم که با این ملتی که خون خود را در راه اسلامی داده و جوانان عزیز خود را از دست داد با عدل و انصاف رفتار کنند. من خوف آن دارم که خدای نخواسته به غضب خداوند قهار مبتلا گردیم و تر و خشک با هم بسوزند. من اکیداً اخطار می کنم که اگر دست از اشحاف و مخالفت با اسلام بر ندارند بر حسب عدل الهی و حکومت شریعه و تعذیرات و سیاسات اسلامیه با آنان رفتار می شود. برادران، قبل از آمدن تازیانی الهی به خدایید و دست از ستم بردارید. خداوند شما را اصلاح کند. دادگاه رو در همین جلوی مغازه تشکیل میدیم. اگر بخواید شروع بکنید کار ما گره میخوره. محبت بفرمایید صف ببندید، مرغ حراج میشه. صف از پایینه. آقایون سه تا تکبیر بگن. کسبه ای که اجناسشون برچسب نداشته باشه، فاکتور خرید نداشته باشند، هم مغازه بسته میشه، هم به زندانهای تقریبا از 10 روز تا 30 روز محکوم میشن. شما شیکمپو رو داری 22 تومن الان میدین، یکیشو که خالی کردیم 100 گرم روده داشت، شما الان کیلوی 22,000 گرون فروشی داریم. برادران خواهران توی صفی مرغان کیلوی 20 تومن حراج کردید. به دنبال اعلام آمادگی ابوالحسن بنی صدر برای مناظره تلویزیونی با گروه‌های مختلف، شب 20 فروردین بنی صدر با بابک زهرایی دبیر حزب سوسیالیست کارگران به مناظره می‌پردازد. عناصر استقلال ما از سلطه سرمایه‌داری جهانی و همینطور بلوک روسیه چیست؟ آیا این زمینه اصلی است یا یک مسئله فرعی است؟ امروز در روزنامه میخوندم که سگ‌های مادرش‌ها رو در کرج حراج کرده بودن. مثلا ما مخالفتی نداریم که سگاشو حراج بکنن، ولی بالاخره یه لیستی داره این ثروت در کمپانی‌های مختلف خانواده سلطنتی، خانواده‌شون نه تنها شاه در ثروت‌های مختلفی داشتن، لیستش با تهیه بشه. در کدوم کمپانی کجا چقدر از این سهام رو داشتن، همش باید ملی اعلام بشه.